سلام شاگردای عزیز، خوب هستین؟ ساعت من انشالله که خوب و عافیت به تن داشته باشین. دیروز بخیر گذشت؟ در درس گذشته کدام مشکل ندارین؟ درس گذشته ما کدام حرفا بود؟ حرف عین بود. حرف عین. عین ما چند شکل داشت؟ چهار شکل داشت. عینی که در اول کلمه می آمد، در وسط کلمه و در آخر کلمه همراه حروف می چسبید و به تنهایی خود در آخر کلمه نوشته می شد. براتون کارخانگی داده بودم. کارخانگی تان حل کردین؟ سه کلمه داده بودم. علاقه، رکوع، شعر. تجزیه کردین؟ آفرین. بسیار خوب. میریم سر درس جدید ما. درس 22 ما میباشه. موضوعش چی است؟ ما هر روز کار میکنیم. صفحه 103 کتاب های تنواز کنیم. واز کنیم. کار. در تصویر ما چی میبینیم؟ در تصویرتان میبینیم که کار کردن. مثلا یک دکتر است، چی میکنه؟ وظیفه اجرا میکنه، کار میکنه. یا یک خانم است، خیاطی میکنه، کار میکنه. ما از طریق کار میتونیم چی کنیم؟ رزق و روزی حلال به دست بیاریم. پس کار باعث میشه که چی؟ ما از تنبلی جلوگیری شوه، صحتمند باشه. آفرین. خب شاگردای عزیز، فایده های کار فهمیدین؟ میاییم سر حرف. کدام حرف در درس ما میخوانیم؟ حرف هی. دو شکل داره؟ شکل نیمه و شکل پوره. من اشاره آسمانی میکنم براتون، متوجه باشین. از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت راست. هی نیمه و هی پوره. فهمیدین؟ حالا میایم براتون در اشاره زمینی براتون نشان بدم. خب حالا طرف دست ما دقت کنین، اشاره زمینی را براتون میکنم. سعی کنین. خط مایل، کج، صاف. چی شد؟ هی نیمه. باز همون شکل میایم، پایانش کج میکنیم. چی میشه؟ هی پوره. همانند جیم نوشته میشه ولی نقطه نداره. حالا طرز نوشتن حرف هی را یاد دارن. هم اشاره آسمانی کردیم، هم اشاره زمینی. حالا میگم فرق نیمه و پورش در چی میباشه؟ نیمه همیشه در اول کلمه، وسط کلمه، و هی پوره همیشه در آخر کلمه میایه. ما این را در جمله استعمال میکنم. حرف هی را بزرگترین تفریح کار است. دوباره تکرار میکنم. بزرگترین تفریح کار است. سعی کنین براتون هجا میکن. بزرگترین تفریح کار است. فهمیدین؟ حالا با هم میخونیم. بزرگترین تفریح کار است. حالا در کلمه تفریح هی ما بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از حرف یا آمده. در کدام قسمت؟ در قسمت آخر آمده. مشکل ندارین؟ فهمیدین؟ خب آمدم سر حرف هی. گفتم چند شکل داره؟ دو شکل داره. نه؟ ما حالا خواستم هم هی نیمه را هم هی پوره را در چی؟ در کلمه براتون نشان بدم. هجا کنم. هجاب. ملیحه. هر دوش چی آمده؟ هی نیمه آمده. براتون هجاب هجا میکنم. هجاب. چند بخش آمد؟ دو بخش آمد. وقتی که حرف بندیش کنیم. هجاب. چند حرف شد؟ پنج حرف شد. آفرین. میایم سر کلمه ملیحه. ملیحه. چند بخش شد؟ سه بخش شد. وقتی صدا کشش میکنیم. ملیحه. دیدین؟ چند حرف شد؟ شش حرف شد. خب انشالله که در تجزیه کردن و هجا کردن کلمات کدام مشکل نداشته باشین. صفحه 104 کتابتان چند کلمه هست؟
سه کلمه اولش روح، حلقه، حولی مثل مهیجا کنن کارخانگیتان میباشه. میاییم برتان درس امروز ما کدام درس بود؟ درس ه، حرف ه بود. گفتم چند شکل داره؟ دو شکل داره. حرف ه نیمه در کدام قسمت میاد؟ در اول وسط میاد. و حرف ه پوره در کجا میاد؟ در آخر کلمه میاد. اشاره آسمانی کردم، بعد از او اشاره زمینی کردم و بعد از او اشاره نشتاری کردم. در کلمه ها براتان استعمالش کردم و هیجا کردم. کدام مشکل ندارین؟ نه. سوالی چیزی ندارین؟ نه. کارخانه گیتن انجام بتین. تشکر از شما.